رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید. من خواستم راجع به رابطه‌ای که حدوداً 3.5 سال پیش با آقای آغاز کردم و به پایان رسید و دوباره یک جورایی دوباره آغاز شد با اونتون صحبت بکنم. شما از کجا از کجا تلفن میکنید عزیز؟ من از اروپا تماس میگیرم خدمت شما. یک کمی تلفنتون خوب نیست، اگر بلندگو هست یه چیزی هست میشه کاری برش کرد تغییرش بدید. الان بهتری دارم دکتر. الان خیلی خیلی خوب شد. خب به من بگید هر دو چند سالتونه؟ بله من دارم وارد 29 سال میشم و ایشون هم یک سال از من کوچکتر هستن. چه مدتی هر دو اروپا هستی؟ من 3 ساله و ایشون حدوداً 7 ماهه. بنابراین شما در ایران با هم آشنا شدید؟ بله اوایل من قبل از اینکه بخوام به اروپا مهاجرت کنم دنبال تقویت زبان هم بودم و به شدت دنبال یک پارتنر برای تقویت زبان میگشتم. از این طریق با این آقا آشنا شدم چون سطح زبانشون خیلی خوب بود و بعد ما به صورت روزمره که با هم صحبت میکردیم به صورت مسائل مختلف ولی خب به زبان انگلیسی. اول نکته که خیلی توجه من رو نسبت بهشون جلب کرد خب گفتم خوب بودن زبانشون بود و بعد که برام خواستم که علتش رو جویا بشم متوجه شدم که ایشون هم قصد اپلای داره به خارج از کشور و دنبال فاند میگرده و یه جوری اون زمان احساس کردم که هدف هامون میتونه همسو باشه. یه مقدارم که باهاشون بیشتر صحبت کردم و در طول روز صحبت کردیم یه علاقه بین اون پیش اومد بر اساس یک سری شناختا چون ما ویدیو کال میکردیم فقط اینطور نبود که به صورت تماس حالا من اونقدر به دنبال بحث آشناییتون نیستم عزیز، اون جزئیات کمک نمیکنه. من میخوام بگم پس شما در ایران با هم آشنا شدید، چند بار همدیگه رو دیدید اگر دیدید؟ بله ما چون اون موقع من دنبال کارهای مهاجرت هم بودم و ایشون هم توی دوره سربازیشون بود ما متاسفانه نتونستیم همدیگه رو ایران ببینیم، اما برنامه حالا اون زمان این بود که بیایم اروپا و زمانی که اروپا اومدیم اگر همه چیز طبق اون روال خوب پیش رفت حتما همدیگر رو ببینیم و دیگه حالا راجع به آینده بخواییم با هم صحبت کنیم. سلام، برای من اون الان مهم نیست. باز ببینید عزیز، نه ببینید مسئله ازدواج و رابطه یه چیزایش هست توش اهمیتش 50 برابره، این که خونه خالم دیدمش یا عمم که فرقی نمیکنه. بحث من اینه که به من شما به یک اعتبار 28 ماه با هم دوست بودید یا بیشتر، 3 سال و نیم اگر هست 39 ماه 32 ماه با هم دوست بودید، هم دیگر ندیده بودید؟ نه جناب دکتر اینطوری پیش نرفت. یک ماه بعد از اینکه من به اروپا اومدم من متوجه شدم که یک بیماری دارم، به دکتر مراجعه کردم و به خاطر یک سری سیمتومی که داشتم و بعد از یک سری آزمایش من متوجه شدم که یک بیماری دارم و دکتر به من گفتش که با این روند بیماری شما احتمالاً تا یک سال یک سال و نیم دیگه مجبور شید از ویلچر استفاده کنید. من این موضوع رو با این آقا در میون گذاشتم و بهشون حق انتخاب دادم و ایشون رفتن. اما شما بیماری شما واقعا داشتید و پیدا کردید یا نه؟ بله بله. بنابراین شما چه بود؟ MS بود یا چیز دیگه بود؟ اگر اجازه بدید من نگم خدمت شما. دست اوکی. بنابراین شما بهتون گفتن این بیماری رو دارید و شما گفتید که دارید، ایشون هم تصمیم گرفتن که رابطه رو تمام کنن و تمام شد. ولی پس بنابراین شما همچنان اروپا موندید یا شما به ایران برگشتید؟ نه من اروپا موندم، درسم رو ادامه دادم، کنارش کار پیدا کردم. حالا من پس 3 دفعه از شما یه سوال دارم و جوابم نه. آیا شما هنوز هم دیگر رو دیده بودید قبل از 7 ماهی که ایشون بیاد به اروپا یا نه؟ خیر ما خب من سوالم این بود، من تمام سوالم همین بود، یعنی شما یه رابطه 42 ماهه دارید که 35 ماهش هم دیگر رو ندیده بودید. و حالا اومدم بسیار اون زمان ما 6 ماه با هم در ارتباط بودیم، بعد ایشون رفتن بعد الان دوباره برگشتن. بسیار خب، حالا الان ایشون اومدن اروپا و چی شده؟ حالا اخیراً چه شده؟ ایشون اومدن اروپا و بعد از اینکه وارد اروپا شدن برای من پیام گذاشتن و
من پرمشون رو دیدم جواب دادم، گفت که من میخوام شما منو ببخشی، من توی موقعیت بدی تو رو رها کردم و میخوام تلا همدیگر ببینیم و اگر همیشه اوکی بود من خانوادم رو در جریان بگذارم، هرچند امکانش هست که یعنی نه که امکانش هست که 100% خانواده مخالف خواهم بود به خاطر شرط جسمانی من و میخواد که حالا به آینده فکر بکنه. منطقه من مشکلی که برام پیش اومد این بود که یعنی در واقع یک روی گیج شدم به خاطر اینکه این آقا زمانی که من ازشون پرسیدم خب اون موقع چرا رفتی، گفت برای اینکه اولا که من مطمئن نبودم که ما بتونیم یک کشور باشیم و اینکه وقتی تو این مشکل برات پیش اومد من مطمئن بودم که حالا از طرف خانواده مشکل پیش میاد و مخالفت میکنن و حالا برگشته تمام شرایط همونه، یعنی هم هنوز هم توی یک کشور واحد نیستیم با هم دیگه و من هم مشکل جسمی دارم، اما خب الان میگه که من اون رو با خانوادم خودم حلش میکنم. از یه طرف من یه جورایی نمیتونم اعتماد کنم به خاطر اینکه البته اون موقع توقعی نمیرفت ولی حس میکنم نمیتونم اعتماد کنم چون پیش خودم میگم خب شاید این مرد روزهای سخت نیست و از یه طرف دیگه به خاطر شرایط جسمانی مثلا مطمئن نیستم که آیا با این شرایط کار درستی ازدواج کردن. خیلی مشکل پاسخ بهش معمولا نه عزیز. ببینید اولا شما رابطه ای نداشتید که ایشون در حقیقت بی وفایی کرده باشه و رفته باشه. آدم ها میرن ازدواج میکنند و درسته که در اون گفتگوها حرف این است که در خوبی یا بدی با هم هستیم، ولی معناش اینه که ما ازدواج کنیم برای خوبی، ازدواج نمی کنیم برای بدی و برای درد رسیدن. بعدم شما یه رابطه‌ای از راه دور داشتید که همدیگه رو ندیدید، بعدم اون اطلاع رو بهشون دادید رفته. یعنی میخوام اینو بگم از نظر من با شناخت کمی که از حالا در ایران دارم یا حتی کمی در امریکا، از 10 تا جوون چه پسر و چه دختر که طرف مقابل این خبر رو بهش بده و تقریبا خبر مطمئن باشه، 9 تاشون میره. این شماره یک مثلا تو این شد. دوم، روزی که من وارد یه شرایطی میشم که حالاتم غیر عادیه نمیتونم انتظار عادی داشته باشم. یعنی مسئله ما اینه وقتی من شرایطم غیر عادیه هر چی هست چه مثبت چه منفی، شما میلیاردرید و طرف مقابل فقیره یا شما سالمید او بیماره یا گرفتاره هر چی، معمولا گفتگوی مربوط به ازدواج که یک نوع برابری هست معنا نداره. ضمناً اینکه آدما نمیان برن ازدواج کنن که حالا مادری کنن، پدری کنن، پرستاری کنن، کمک کنن. آخه ازدواج برای همچی چیزی نیست، همچی مؤسسه‌ای نیست. یه مدرسه ایست که آدم آموزش میده، یه بیمارستانی است که آدم رو معالجه میکنه، یه بانکی است که موضوعای مالی و اقتصادی رو حل میکنه. خانواده هم آدما برای بهبود زندگی تشکیل میدن و بهتر کردن شرایط و موقعیتشون، یعنی امکانات و مزایایی پیدا کنن از این ازدواج. خب شما حرفی که من میزنید با توجه به اینکه حدس میزنم موضوع منتفی است، مگر کسی که یه مقداری شرایط و وضعیت شما برای او هم عادی باشه، حالا هرچه هست، و الا اینکه شما بخواید و بعد حرف ایشون که من خانوادم رو راضی میکنم، حرف بی خودی است. هیچ خانواده‌ای قرار نیست راضی بشه مگر اینکه پسر و دختر محکم بیسته بگه من میخوام این کار رو بکنم و اونام نتونن کارش بکنن، ولی اینکه مادر ایشون یا پدر ایشون یا خانواده ایشون هر کس هست، عموشون، داییشون بیان بگن به و مبارک باشه، من که انتظار همچین بهبهی ندارم عزیز. و باید واقع بین بود تو این زمینه. متاسفانه همونطور که کسی 5 ساله کسی 50 سالشه باید بپذیره واقعیت رو، شما هم باید بپذیرید. بی خودی باور نکنید، ایشون یه پسریست با ویژگی‌های جامعه مانند ایران که توش وابستگی و مهربانیه، بعد اومده اروپا، بعدن فکر میکنه نباید اون گونه به شما حرف بزنه، حالا در یه صحبتی میکنه، ولی من نگرانم که به هم دیگه آسیب بزنید و در نتیجه خیلی خوشبین نیستم به من بگید احتمال اینکه یک ما یه رابطه خوبی پیدا کنیم، دو این رابطه خوب مثلا منجر به ازدواج باشه و ادامه پیدا کنه چقدره، من رو 10% هم حرف دارم و اصلا هم نمیخوام پنهان کنم، نمیخوام هم بی خودی شما هر دوتون یه امید واهی پیدا کنید یا فکر کنید موضوع ازدواج یه مطلبیست
که حالا میشه رفت توش و فداکاری کرد و گذشت کرد و تحمل کرد. آخه ضرورتش چیه؟ چرا؟ گفتم آدمایی که حتی توی رابطه هستن، حتی ازدواج کردن، دو تا سه تا بچه هم از هم دیگه دارن، یکی به هر گونه ای از کار برکنار میشه، دچار مشکل فیزیکی میشه، دچار مشکل روانی میشه، یک معتاد میشه، خب ول میکنن میرن. یعنی دلیلی آدم ها نمیبینن که بمونن به خاطر اینکه دیگری مسائل و مشکلاتی داره اونا بمونن. اینی که من دلم میخواد شما یه مقدار واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید، هم در خصوص ایشون هم کسان دیگری که میان. مگر گفتم کسانی که یه شرایط و حالت ویژه‌ای داشته باشن که به نوعی شما متمم و مکمل هم دیگه بشید و حالا یه چیزی به اسم ازدواج رو که متفاوت از بقیه هست داشته باشید، درست مثل ازدواج دوتا آدمی که 30 سالشونه و دوتا آدمی که 70 سالشونه، حالا همه عزیزانشون نیستن یا همسراشون از دست دادن 70 سالشونه، حالا میخوان ازدواج کن. خب این دوتا ازدواج با هم متفاوتن، در حالی که جا فقط عامل سنه و کسی هم درباره خوب و بدش بحثی نداره، ولی ماهیت رابطه متفاوت خواهد. شما هم به نظر من به این امید نباشید که این رابطه به جایی برسه. بله، ولی خب حالا جدا از این قضیه، اصلا به نظر شما صلاح هست که من با این شرط تا زمانی که این شرایط رو دارم بخوام ازدواج بکنم؟ من عرض کردم نمیخوام حرفی بزنم چون من شرایط و ویژگی شما رو نمیدونم، ولی فرض رو بر این بگیرید که کسی یه مقدار ویژگی هایی داره که گفتم جنبه مکمل و متمم یا همراه شما رو پیدا میکنه، حالا هرچه هست، ای بسا یه مشکل و مسئله شبیه شما، یا یه فاصله هایی بینتون هست، و یا او یه ویژگی های روانی خاصی تو این زمینه داره، مثلا شغل و کارش کار کردن در مؤسساتی است که به کسایی مانند شما کمک میکنن و بنابراین اصلا روحیه‌ای و ذهنیتی این چنین داره و آگاهه. این که عرض میکنم یه آدمای متفاوت، برای اینکه ببینید عزیز، ما یه چیز عادی و معمولی داریم، نرمال، حالا هرچی میشه اسمش گوش، که اکثریتن، اما یه چیزایی است که وارد مرحله استثناء میشه. حتی این میتونه در مسائل، گفتم، ثروت بیش از حد باشه، یکی قد 2 متر خورده ای داشته باشه، یکی قد 1 متری داشته باشه، یعنی حتی تفاوتهایی از این قبیل به ما میگه که ما مانند اکثریت نیستیم، نه اینکه عیب و ایرادی داریم، در اکثریت نیستیم. حالا من همیشه عرض کردم روزی که ما شرایط یکسانی نداریم، انتظار یکسانی نباید داشته باشیم. البته به موضوع شما مرتبط نیست، ولی خاطرم از در دوره جوانی یکی از جملاتی که از ارسطو شنیدم و من رو برای مدتی درگیر کردیم بود که میگفت بی‌عدالتی و ظلم در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، یعنی دو تا آدم کار مساوی بکنن حقوق متفاوت بهشون بدیم. بی‌عدالتی و ظلم در این هم است که با دو تا عامل مختلف مساوی رفتار بشه. یعنی دو تا آدم متفاوتن، ما بگیم حالا ما رابطه برابر میخوایم، یکی 10 برابر دیگری کار میکنه، بگیم نه مختلف هستن، ولی هر دوتا مثلا یه حقوق یا هر دوتاش مثلا است. و من عرضم به شما اینه که یه آدمی باید کاملا با ویژگی و حال شما آشنا باشه، شما با حال و شرایط او آشنا باشید، معلوم باشه که چی کار میخواید بکنید، مشورت کنید، گفتگو کنید، یه فرصت نسبتا طولانی بدید، بعدا ببینید که چی کار میخواید بکنید. حتی مجبورم، میدونم این حرفا خیلی ها رو آزار میده و منم ازش متاسفم، در خصوص مثلا بچه دار شدن، چون من و شما میتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم که میخوایم چگونه زندگی کنیم، ولی من نمیتونم تصمیم بگیرم برای یه بچه‌ای که بیاد که مثلا مثل کسانی که الان میخوان ازدواج کنن پدر نداشته باشن خودشون، من باش سخت مخالفم. حرف من این است که شما میخواید بچه دار بشید، میفهمم، دوست دارید، بسیار خوب، ولی شما نمیتونید یه بچه رو به این دنیا بیارید بعد بگید من تصمیم گرفتم تو از آغاز پدر نداشت باشی، رفتم از فرض کنید مراکزی که اسپرم دارن اسپرم گرفتم، تا هم بابات معلوم نیست اصلا کی. آخه این حق ما برای یه بچه نداریم که بیانش به این دنیا بگیم تو پدر نداری. یا بازم تکرار میکنم، دارم یه در اذیت میکنی، متاسفم ولی حرفمو میزنم، هم جنس گرایان من بیام بگم ما میخوایم بچه داشته باشیم، خیلی خوب، حرف شماست، حق شماست، قبول، ولی بچه‌ها یا میخواد که مثلا دو تا مرد یا دو تا زن
به عنوان پدر و مادرش باشن و بتونه تو محیط اجتماعی عادی زندگی کنه. خب اینا شاید منصفانه نیست، مهربانانه نیست. این است که من فرض کنید در خصوص ازدواج شما یا رابطتون میتونم بفهمم عزیز، ولی حتی درباره بچه دار شدن شک دارم که آیا واقعا درسته که او بیاد ببینه. بچه هایی که امروز میبینیم حتی همینقدر که پدر مادر یه ذره چاقن، یه ذره لاغرن، یه ذره نمیدونم فقیرن، یه ذره لهجه دارن، هرچی، بچه ها خجالت میکشن، بچه ها از این چیزا خجالت میکشن، برای که بچه بیش از این حساسه و متوجه دیگران، اونم بچه های ویژگیشون به نوعی در حقیقت مسخره کردن و آزار دیگران، به ویژه بین مثلا 5-6 سالگی یا کمی بیشتر تا 8-9-10 سالگی. یعنی اینا یه مسائل واقعی است. به همین جهت است که همطور که ممکنه یه آدمی توی سنی بگه دیگه مثلا رفتن دانشگاه از من گذشته یا بچه دار شدن گذشته یا ازدواج گذشته، برخی از آدم ها متاسفانه به دلیل اتفاقاتی که براشون میفته اون روال عادی جامعه رو نمیتونن تعقیب کنن. متاسفم، بسیار متاسفم، بسیارم آزارم میده این حرفا، ولی از اونجایی که متاسفانه با عواقب یه همچین تصمیمایی روبرو شدم و دیدم، خب نخواستن واقعیت رو آنگونه که هست و به درستی ارزیابی کنن بعدن با چه مسائل و مشکلات خیلی از خود هولناکی روبرو شدن، دیدم نمیخواد بی خودی یه دنیای خیالی و غیر واقعی رو به وجود بیاریم و بگیم هست و میشود و ما دیدیم و خیلی ها این کار کردن. نیست، واقعیت نداره. به همین جهت است که به نظر من شما موضوع ایشون رو نه به خاطر کاری که اتفاقی که بینتون افتاده اصولا، و بعدم این وضعیت، بله هر زمان که ایشون و تمام خانوادهشون آمدند و مشتاقانه و التماسگویه از شما خواستن که با هم ازدواج کنید یه مسئله است، اونم تازه اگر به من بفرمایید بعد از اون ما میخواییم بچه دار بشیم، من باش مسئله دارم به خاطر بچه که نمیدونیم وقتی شد 7 سالش چگونه نگاهی میکنه به انتخاب و تصمیمی که شما گرفتید. اینه که به نظر من مثل خیلی ها که میان فرض کنید اروپا و حالا باید به یه زبون دیگه حرف بزنن، شما هم بپذیرید متاسفانه بیماری شما رو وادار کرده یه جور دیگه زندگی کنید و اون نوع دیگر زندگی رو که من جزئیاتش رو اصلا نمیدونم و امکاناتش رو بر مبنای اون عمل کنید، تا اینکه بخواید حالت عادی به خودتون بگیرید و یه جوری وانمود کنید که نه فرقی نیست و یا اتفاقی نیفتاده. افتاده، یعنی اونو نمیشه تو دنیا نادیده گرفت. بله خیلی ممنون جناب دکتر. متشکرم. به هر حال متاسفم کمی از آن چه شنیدم، ولی خوشبختانه روحیه و حال شما رو اونگونه میبینم که با واقع بینی میتونید بیشترین خوبی رو به خودتون و دیگران بکنید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خدا نگهدار.